بله ارزان من، برای اینکه یک کلی به تاریخ ایران نگاه کنیم براتون این قسمت رو نشون میدم که ببینین فیلم های بسیار قدیمی که در اول فوتوگرافی فیلم برداری درست شده از ایران چی هست، و نه به خاطر اینکه این مطالبی که دارن اینا میگن الان به مسئله ما ربط داره، ولی باید قشنگ نگاه کنیم ببینیم ایران ما از چی درست شده و از کجا اومده و در این 100 سال اخیر، به غیر از اینکه ما همیشه به تاریخ 1400 ساله میریم و 2500 ساله میریم نگاه میکنیم، ببینیم الان وقتی که ما به عنوان یک ایرانی در خارج از کشور یا در داخل کشور هستیم و این حکومت به نام حکومت اسلامی در ایران هست، از کجا اومده و چطور شده. ما باید به این نگاه کنیم. من به شما با تصویر نشون میدم، بعد من نظرمو راجع به این که چرا ما به اینجا رسیدیم به شما میگم و چه کار میشه کرد و به نظر من به شما خواهم گفت. البته چه کار باید کرد نه 100% درسته، برای اینکه این نظر شخصی من هست، ولی میخوام با هم نگاه کنیم. بعد از اون یه قسمت دیگه میخوام به شما نشون بدم، با هم نگاه کنیم، بسیار کوتاه هستش، با هم نگاه میکنیم. Iran, the conference has moved. Here, 6,000 miles from Washington, 2,700 miles from London, and 1,500 miles from Moscow, the President and Prime Minister meet their great ally in the war against Nazi Germany, Marshal Joseph Stalin, Premier of Soviet Russia. The dramatic conference for which the world has watched and waited. Roosevelt, Stalin, and Churchill, climaxing a series of meetings that began with the Atlantic Charter and carried on through Casablanca and Moscow. Diplomatic representatives of the three nations are present: Molotov, Eden, Perelman. Mr. Churchill's daughter, Sarah, an officer in the Women's Auxiliary Air Force, is introduced to Premier Stalin by President Roosevelt. A dramatic ceremony highlights the meeting. The presentation of the Sword of Stalingrad, gift of Britain's king to the people of that heroic city. Marshal Stalin accepts the tribute on behalf of the Russian people. Backed by the greatest concentration of military power in history, the Tehran Conference broadcasts its official communique to the world. We, the President of the United States of America, the Prime Minister of Great Britain, and the Premier of the Soviet Union, have met and expressed our determination that our nation shall work together in the war and in the peace that will follow. The common understanding which we have here reached guarantees that victory will be ours. We came here with hope and determination. We leave here friends in fact, in spirit, and in purpose. بله عزیزان من، نگاه کنیم. وقتی جنگ جهانی شده در ایران، سران کشورهایی که قدرت زیادی در اونجا داشتن جمع میشن در تهران. ما باید به این توجه کنیم چطوره که الان بعد از بیشتر از نیم قرن که گذشته کشور ما انقدر عقب افتاده و انقدر بدبخت شده که تمام دنیا باهاش در جنگه. من سعی میکنم نظرمو بین برنامه نگم تا بذارم این برنامه تموم شه، من تا جایی که بتونم اینا رو با هم جمع کنم تا برای شما توضیح بدم. این قسمتی بود که نگاه میکنیم میبینیم که من یه ذره میرم جلوتر، قسمت‌های مختلفی میخوام به شما نشون بدم که فکر کنم شاید بتونه یه مقدار روشن کنه این مسئله‌ای که من میخوام شب راجع به صحبت کنم، که تاریخ ایران که ما خیلی راجع به صحبت میکنیم، راجع به پهلوی، مصدق، قاجار و اینها صحبت میکنیم. میدونیم این قسمت رو با هم نگاه میکنیم. We'll be right back.
تنها بود تموم شد هم باشه زود تنها هم باز باش دل و سوز بود باش کاما دید اما نمون قلبم گره نورا شکست پیش چشمام چشما شکست قلبم گره نورا شکست پیش چشمام چشما شکست. بله اینجا عکس رو نگاه میکنیم که مال زمان محمد رضا شاه پهلویه که قبل از اینکه آخوندها بیان رو کار، ولی برای اینکه یه مقدار واضح بشه من یک تصویری دارم که ویدیو دارم میخوام به شما نشون بدم، متاسفانه این کوتاه هست، من اون که طولانی تر است برای شما میذارم. با هم نگاه کنیم حالا قبل از اینکه محمد رضا شاه روی کار بیاد، من باز بر میگردم عقب جلو برای اینکه من فهم کنم اینا با هم دیگه ربط داره، نگاه میکنیم به رضا شاه. سخنان رضا شاه به خامه فرج‌الله بهرامی نوشته شده که در این صفحه هست، من میدونم سخت هست خوندنش، وقتی که آمد چند کار اساسی رو اول انجام داد. اول یاغیان رو سر جاش نشوند، شیخ خزر رو که با تایید انگلستان حکومت مستقلی درست کرده بود دکانش رو تخته کرد. اولین چیزی که راجع به نفت و اهمیت نفت در ایران صحبت کرده با کمال تأسف افراد معینی حاضر نیستن اینو ذکر کنن، رضاخان سردار سپه رئیس الوزراست که وقتی خزر رو برکنار کرد شرکت نفتش دعوت کرد، رفت اونجا پذیرایی شد و در خاطراتش که در همین زمان چاپ شده در 1303 شمسی کتابش در مطبعه قشون چاپ شده، در اونجا گفت آقا این خزر آوردن برای اینکه دست ایران رو در آینده از منافع نفت کوتاه کنه. اگر رضا شاه خزر رو به جای خودش نشانده بود هرگز فرصتی پیش نمی آمد که آقای دکتر محمد مصدق نفت رو ملی کنه. او اول اشاور سر جاشون نشوند، راه ها رو امن کرد، بعد به فکر آموزش و پرورش افتاد که این از عجایب مردی که حتی دبستان ندیده بود، دبیرستان ندیده بود، فرنگ ندیده بود، باید 50 سال صبر کنیم تا ببینیم پشت پرده چی بوده. 50 سال گذشت تا ما فهمیدیم که برخلاف راه آهن جنوب شما رو به دستور انگلیس ها تا 50 سال گذشت تا اسناد انگلستان آزاد شد و دانستیم که این خلاف است و دروغ است. بله بینندگان عزیز، قبل از اینکه من برگردونم و از همون قسمتی که داشت ادامه پیدا میکرد برای شما بذارم، خواهم این موضوع رو برای شما بگم. باید ما نگاه کنیم، نه به حرفایی که من میزنم، نه به تاریخی که داره به وسیله یک عده آدمی که برای منافع خودشون تاریخ رو تا
توضیح میدم برای شما. ما به تصویرها نگاه میکنیم، به ویدیوها نگاه میکنیم و نگاه کنیم ببینیم که ایران ما کی هست، چی هست، ما از کجا اومدیم و به کجا داریم میریم و دلیلی که اینجا هستیم میتونیم در گذشتمون ببینیم. اما تنها چیزی که مهمه اینه که تمام کسانی که در تاریخ ایران اومدن در یک نقطه اینها برای نجات ایران و برای آزادی ایران کار کردن، یک عده دیگه برای سود شخصی و گروهیشون کار کردن. یعنی اگر حکومتی در کار بوده و عده برعلیه اون بودن، برای اینکه خودشون به قدرت برسن کار کردن. ما باید نگاه کنیم ببینیم آیا این کسانی که این کاری کردن آیا برای منافع کل مملکت یا اکثریت مردم ایران بوده یا برای طرز فکر و ایدئولوژی خودشون بوده، و اگر بوده ما الان میتونیم از اون درس بگیریم که این کار نشه. من برای همین این قسمت نگه داشتم برای شما که دوباره بذارم که قشنگ توجه کنید به این صحبت ها، خیلی مهم است. با هم نگاه میکنیم. از درد و برکنار کرد شرکت نفذش در رفتن رفت اونجا پذیرایی شد و در خاطراتش که در همین زمان چاپ شده در 1303 شمسی کتابش در مطبعه قشون چاپ شده، در اونجا گفت آقا این خلطل آوردن برای اینکه دست ایران رو در آینده از منافع نفت کوتاه کنه. اگر رضا شاه خلطل رو به جای خودش نشانده بود هرگز فرصتی پیش نمی آمد آقای دکتر محمد مصدق نفت و ملی کنه. او اول اشاور پریجاشون بشد، راه ها رو امن میکرد، بعد به فکر آموزش پرورش افتاد که این از عجایب مردی که حتی دبستان ندیده بود، دبیرستان ندیده بود، فرنگ ندیده بود، باید 50 سال صبر کنیم تا ببینیم پشت پرده چی بوده. 50 سال گذشت تا ما فهمیدیم که برخلاف اون چی گفتن رضا شاه راه آهن جنوب به شما رو به دستور انگلیس ها ساخت، 50 سال گذشت تا اسناد انگلستان آزاد شد و دانستیم که این خلاف است و دروغ است. انگلستان همون راهی رو پیشنهاد میکرد که مصدق پیشنهاد میکرد، یعنی از خالقین به هند، و رضا شاه مقاومت کرد. بله عزیزان من، برمیگردیم به ادامه این. بعد با هم نگاه کنیم ببینیم تاریخ کشور ما چی نشون میده و ما چیکار داریم انجام میدیم. عذر میخوام، من باید دونه به دونه، برای اینکه درست کردن DVD که من بتونم تمام اینها رو برای شما پخش کنم بسیار بسیار کار سختی بود. من برای همین این قسمت رو برای شما پخش میکنم که 7-8 دقیقه طول میکشه، ولی با هم نگاه کنیم، برای اینکه خیلی مهم هستش که من بتونم یه قسمت دیگه بخوام به شما نشون بدم. نظر برمیگردیم عقب‌تر، با هم نگاه کنیم به این قسمت. این اگر اشتباه نکنم احمد شاه هست، در یکی از ویدیوهایی که میبینین که در اون موقع فیلم برداری شده، که نگاه کنیم ببینیم در اون زمان ایران به چه صورت بوده و چی بوده و چطوری میگذشته. بعضی از این ویدیوها صدا نداره، عذر میخوام از شما، ویدیوهای بسیار قدیمی که اون موقع ساوند یا صدا با DVD نبوده، با ویدیو نبوده. یه ذره میایم جلوتر و نگاه میکنیم به ناصرالدین شاه قاجار.